الو لیلا کجایی؟ تو راه هم. ده دقیقه پیش هم میگفتی ها. بکش کنار بابا هم. راست میگی خودت کجایی؟ مگه جلوتر از تو هم میگه. آره دیگه. ببین میدونی دیگه تو رو سمت چپی هستی. ببین ماشین من فقط گاز داره. به پا عقب نمونی. باشه فقط یاد نره. ببین نرسی باختی یا دارم بهت میگم. لیلا بجم دیگه. قبل همه تون میرسم اون بالا. خواب دیدی خیلی باشه. خودت واسه یه وقت دیگه آماده کن. که رفته بود تو باقالیا تو بودی دیگه نه؟ به همین خیال باش. نمیدونم از کجا شروع شد، فقط یادمه که آتیش بپا کرده بودیم. نمیدونستم این آتیش میزنه به همه جسم و جون من. شاید یه نشونه بود برای دختری که شهر رو شیزونه، که آتیش میسوزونه. سوزونده، خیلی هم سوزونده، ولی از این آتیش باید بیرون بیام سالم، سلامت، پاک، این حامد. اولین باری که دیدمش داشت میخندی، هر بار که میدیدمش میخندی، تو اینکه قصه عوض شد، قصه هممون عوض شد. اون روزا ترس داشتم که اگه وارد زندگیمون بشه قراره چه چیزی رو خودش بیاره. الان ترس دارم که همه چیز رو خودش ببره. اون همه چیزمونه. کاش میشد زمانو برگردون عقب. اون وقت بعضی کارا رو شاید نمی کرده. اما حامد دیگه بر نه. نمیاره. آدم پشت دیوار نیست.
برخلاف آمد. نمیدونم چی بگم آج آقا، واقعا حرف زدم برام سخته. من فقط از شما میخوام که اجازه بدید بیاد دانشگاه، اینجوری شاد برگرده به زندگیش. نمیدونم دوباره زنده شه، سر پاشه، هر شرطی هم که شما بذارید میپذیرم، فقط بذارید برگرده. چایتون سرد نشه. والا چه عرض کنم، خودتون بهتر میدونید خانم شریفی یه مدتی نیومدن، مشروط، حسب تر، چیزای سختی پشت سر گذاشت. بله میدونم، منم ناراحتم، یعنی هممون ناراحتیم. نمیدونم بشه براش کاری کرد یا نه، اما بالاخره خودتون که میدونید دانشگاه قوانین خاص خودش. الان مسئله دانشگاه نیست، مسئله خود لیلاست. بله من همه تلاشم رو میکنم، بالاخره این دانشگاه به شما و آقا حامد مدیونه. ضمناً یه سری کتاب و جزوه هم پیش بچه ها و اساتید داشت که براتون گذاشتم کنار.
شد از گریه. جانم گوش نشه، باید بهش شیر بدی. چرا اینطوری میکنی دختر؟ نمیتونم، این بچه گناهی نکرده، بچه مادر میخواد. من نمیخوام جانم بگیرش. گفتم نمیخوامش. نمیخوام زادشو بشنم. چیو میریزه تو خونش، دریغ از این شکایت و عجز و ناله. پیر شد این مرد، احساس میکنم تنها تر از همیشه. یه وقتایی حس میکنم تو خلأم، یه وقتایی حس میکنم هیچ حسی ندارم، انگار هیچی نیست، هیچی نیست، انگار حتی خودم هم نیستم. زمان برام وای میسته، هیچی نمیفهمم، نه تو دنیا نه تو خودم. خانم شریفی بفرمایید داخل. آرومه آروم، سکوت و خلأ نمیدونم چند دقیقه و چند ساعت اینطوری میگذره. لیلا جان
نوبت تو. بعد توی آن همه چی با هم به هجوم میار. صدای آدم ها، صدای گریه بچه، صدای مامانم، تصویر بابا، عکس حامد، همه چی به هم فشار میار. انگار غم تمام عالم تو دلم سنگینی میکنه. دلم میخواد گریه کنم. دلم میخواد هیچکی کاری به کارم نداشته باشه و ساعت ها گریه کنم. اما این آخرش نیست. وقتی اشک چشم خوش میشه یه حس دیگه میاد سراغم. احساس گناه میکنم. احساس عذاب وجدان. فکر میکنم همش تقصیر منه. اون وقت فقط میخوام خلاص بشم از دست خودم. فکر میکنم این احساس واقعی تر از بقیه است. من باعث همه این رنج و عذابم. اگه من نبودم هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. اگه من نبودم هم الان خونه بودم زنده بود هم حامد. بچه ایم نبود که بخواد بی پدر بزرگ بشه. بچه ای که هیچ حسی بهش ندارم. اصلا نمیخوامش. یه وقتی ازش بدم میاد. دلم میخواد صداشو نشنوم. هر طور که شده ساکت بشه. این بچه یعنی همه ی این اتفاقایی که داره میفته واقعی بوده. واسه همین نمیخوام ببینمش. بیشتر از همه چه حسی داری؟ یعنی وقتی خودت تنهایی چی تو وجودت حس میکنی؟ دلتنگی. دلتنگی اتفاق عجیبیه. انگار میخوای بمیری اما نمیمیری. بیشتر از همه دلم برای حامد تنگ میشه. هرچی فکر میکنم زمانی که نبود و یادم نمیاد. هرچی فکر میکنم قبل حامد و یادم نمیاد. انگار از وقتی به دنیا اومدم با حامد دلتنگ حامد میشم. خیلی خیلی دلم براش تنگ میشه. توی مدت چیزی هم فرق کرده؟ هیچ وقت فرق نمیکنه. چیزی عوض نمیشه. واسه این که تا ابد جای یه چیزی اینجا خالیه. انگار یه تیک از قلبم رو کنده باشن. جای یه چیزی اینجا خالیه. یه وقتای فکر میکنم اولین باری که باهاش حرف زدم کی بوده. اولین باری که دیدمش یه تصویر از دانشگاه تو ذهنم. اما انگار صداش خیلی کهنه تر از این حرف هست. انگار خیلی وقت پیش اون صداش تو گوشم بوده. یکی که مدام صدام میکرد. لیلا، لیلا جان، لیلا. اولین بار تو دانشگاه دیدمش. حدیث شهنواز، علیرضا علیجانپور، زهرا عبدی، کامران شگینی، حامد تهرانی. حامد تهرانی بسا ببخشید تنم هستم. حامد تهرانی هستم ببخشید دویدم نفسم. امیر حسین جعفرآبادی، سحر ناصری، هدیه اسفندی، سجاد صابر، لیلا شریفی، میثم توسلی. اون روز فکر میکردم این پسر آخرین پسریه تو دنیا که میتونم دوستش داشته باشم. همیشه هر وقت هرچه اولین بار بود میگفت لیلا، این صحنه رو یادت بمونه. بفرمایید. ممنونم. اینم از اولین روز دانشگاه. باورم نمیشه. مثل خواب بود برام. اولینا همیشه یادت بمونه. با تو همه چی یادم میمونه. اولیش، آخریش، همش. منم همینطور. پس بودو که به اتوبوس برسی. من نمیدونم. میدوی؟ نه نمیدونم. اصلا یه کاری میکنم. هر کی باخت اولین نهار زندگیمون رو حساب میکنه. نه نه. چرا؟ یک. لیلا. دو. میان. بابا عزیزت. سه. اولین باری که با حاج علی اومدن خواستگاری. حاج علی یکی که باعث شده بود بیشتر عاشق حامد بشم. حامدی که روز به روز بیشتر شبیه حاج علی بشون. اگه بارون قطع نشه چی؟ بالاخره که تموم میشه. یه چی بگم؟ بگو. رفتی دلم گرفت. خیلی دلم برات تنگ شد. منم همینطور. واقعا؟ واقعا.
پس چرا نمیدونی؟ چیو؟ که دلت برم تنگ شده. گفتم دیگه. تو نگفتی، من گفتم. تو گفتی منم همینطور. خب همونه. همین نیست. فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ هیچ وقت نمیگی. هیچ چی نمیگی. میگم حسد دارم، میگی منم همینطور. کلن از این آدمایی هستی که خوشت نمیاد بگی. نه. پس چی؟ من فکر کنم تو ترسیدی. یه دیوار کشیدی دور خودت که صدمه نبینی. اما این حتی از گفتن احساساتت هم داره دورت میکنه. شاید من اشتباه میکنم که میگم. نه. چرا؟ همینطور. منو نباید بگم. نه. من حداقل جرأت اینو دارم چیزی که احساس میکنم قبول کنم. اما تو چی؟ هنوز جرأتش هم نداری. شاید اصلا دوست هم نداری. لیلا. پس چرا نمیگی؟ به غرورت برمیخوره؟ بیا پشت پنجره. چی؟ میگم بیا پشت پنجره. شبا که دیوونه شدی. من همیشه دیوونم. ای خدا، عاشقشم. میدونم تو هم عاشقش میشی. هستم. منم همینطور. منم همینطور. نمیخوام بگی، میخوام نشونم بدی. حامد جانم، ممکنه یه چند وقتی نتونم بهت زنگ بزنم. یعنی چی؟ نمیدونم، شاید رفتم بالا بهت زنگ زدم. ببین دیگه این شوخی با من نکن. شب بخیر. از همون روزا همیشه میترسیدم که یه وقتی حامد نباشه. یادم نمیاد کی بود، ولی حاضرم بقیه عمرمو بدم برگردم به همون روزایی که حامد بود. حس میکنم معروف شدم، حرف همه شهر شدم. عجب قافیه شعر شد. نه خیلی جدی میگم.
همه میگن دیوونه شدم. خب همه راست میگن دیگه. اونا چیزایی که من میدونم و نمیدونن. من تو چی میدونی؟ وقتی آفتاب غروب میکنه. خب نمیگم. باشه باشه، اولشو میگی بقیهشو نمیگی. نمیخوام نمیگم. حالا لیلا بگو دیگه. نمیگم. آقا بگو، چرا از جیغ میزنم و گیر نده. بابا اینا اومدن، اصلا جیغ نزنی حالا. لیلا ساکت باش. تو واقعا دیوونه ای ها؟ این بهترین چیزی بود که به هم گفتی. باورم نمیشه این همه مدت جلو چشم بودی و من نمیدیدمت. شاید شما درست نمیدیدی. ولی قول میدم از این به بعد به چشت بیام لیلا خانم. تو فقط باش. هستم در خدمتتون. اینجا قراره خونمون بشه لیلا. خونمون؟ بله خونمون. وای خونمون، دوستت دارم. باشه من غلط کردم. خونمون عاشقتم. لیلا بابا میشنوه نه؟ حاجنی دوستت دارم. شریف خانم عاشقتم. تا موقعی که داد بزنید نمیذارم حرفت. ساکت باش آروم آروم. نوبت بعدی ما کیه دخترم؟ اجازه بدین از خانم دکتر بپرسم. میبخشید خانم دکتر، نوبت بعدی خانم شریفی؟ باشه چشم. خانم دکتر گفتن شما بفرمین داخل. پس بشین اینجا معلومی ها. اینم مدارکو هستد من. بابا جانم، بابا میشه بریم سر خاک حامد؟ میشه بابا. چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که من ترجیح میدم دخترم اینطوری باشه. آخرین باری که با دخترت حرف زدی کی بوده؟ ها؟ اصلا آخرین باری که یادتون میاد دختری داشتی کی بوده؟ لیلا بس کن دیگه. مرده و زنده من براتون فرق داره یا نه؟ داشتین زندگیتون رو میکردین خواستی یا نخواستی که افتاد تو دامنتون. درست حرف بزن با بابات. کدوم بابا؟ ولم کن میرم بابا تو هم. <تص->
دیگه دلم نمیخواد ببینمتون، هیچ کدومتونو. ببینین عروس شما توی شوک بزرگ عصبیه، میدونم اصلا کار راحتی نیست، حالتون رو درک میکنم، اما وضعیت عروستون اصلا خوب نیست و احتمال داره که وضعیتش حادترم بشه. باید بهش کمک کنیم و یا یعنی ممکنه اتفاقات بدتری واسش بیفته. شما بچه دارین؟ بله. پسر؟ بله. به پسر شیر نمیده، بغلش نمی کنه، موهاشو شونه نمی کنه، کفشاشو پاش نمی کنه، حمومش نمی کنه، نوازشش نمی کنه. می فهمم که شما روزای سختی رو می گذرونیم، ولی معتقدم که باید از خود گذشتگی از خودتون نشون بریم، عروستون به زندگی عادی برگردونیم. نمیتونم خودم رو ببخشم، همه این تقصیر منه. کاش اون روز آخر بغلشون میکردم، کاش بیشتر نگاهشون میکردم، کاش انقدر بد نبودم. بابا تو بد نبودی، بابا پدر و مادر بچه هاشون رو اینطوری نمیبینن، اونا الان دلشون خونه که تو ناراحتی. حامد همیشه میگفت همه چی تو دعای پدر و مادره، تو رضایت اوناست، اونا ازم راضی نیستن. بابا راضیه، راضیم بابا. لیلا، لیلا جان ببخشید من میرم از سالو بزنم تو ماش. لیلا جان خیلی مراقب خودت باش، خواه حواست به خودت و بچت باشه، نگران هیچی نباش. حاج آقا داره همه کارهای بابات پیگیری میکنه که طلبکارا رو راضی کنه. حامد خانوادش آدمای خوبیه. من این همه مدت زور زدم بهتون بگم کی خوبه کی بد، ولی
ولی کوگوش شنوا. حالا دیگه هرچی بوده گذشته، تو هم بهتر دلتو صاف کنی. با بابات خدافظی کردی؟ ما دوست داریم لیلا. اگه بابت اون حرفا از من دل خوره، لباس حامد مونده، برمش بدم. سلام شریفه. آره با لیلا. چی شده؟ همین بله بابا. سلام علیکم. سلام علیکم. چی شده؟ چه خبر اینجا؟ جناب سربان، همین خانومه، لیلا شریفی. چی همین خانومه؟ صبر کن ببینم. شما با من حرف بزن. حکم جلبشو داریم. باشه. کدوم قانون دختر به حکم جلب پدرش میبره؟ این اسناد و مدارک به نام این خانومه. خیلی خوب. اینم امضاهاش. به نام خانوم لیلا شریفی. اینم دیون و تعهداتش. آره. جناب سربان، چرا معطلی؟ کارش مردن. الان سر قبرستون داریم میاد. تو این کلانتری مشخص میشه. اونجا بهتون توضیح میدم. شما بفرمایید، من خودم میارمش. جناب سربان، من خودم میارمش. ما حقمونو میخوایم، پول زور که نمیخوایم. شما با من طرفی اصلا. صبر کنید، من خودم میارمش. اجازه فرمایید شما ببینید. شما ما خوش داریم از شما. اگر صحبتی دارین تشبیه این کلان کاری با اجازه. چرا؟ برای چی؟ چی شده؟ اونم بده کاریه باباش امضای اون پاش بوده. مهتا برو به شوارت بگو بیا من رو ببره. برای اونجا جونه رو هم دیگه ندارم. یه لیوان آب بیا. شما خوبی؟ من خوبم. تو اومدی بیرون چی کار؟ برو بریم. حاجی پاشو با هم بریم کلانتری. باید بریم دنبالش. زحمتت میشه. هیچ زحمتی نیست. با ماشین من میریم. پاش تو رو خودم مراقبش باشی. نگران نباشی ناشا. مطمئن بگو من با حاجی رفتم. چش نگران نباش. اسم چیه؟ چطور شو سر از اینجا در آوردی؟ با تو هم؟ چی؟ از کجا شروع شد؟ از کجا شروع شد؟ از کجا شروع شد؟ شالله.
ببین 6 دقیقه و 33 ثانیه تاخیر. باختی تموم. فردا ظهر وسط حیاط دانشگاه بعد وایسی صدای مرغ در بیاری. مرغ چی میگی تو؟ مرغ چی؟ و نه شب بسیم سواله استاد قاسمی رو هست که پیش برداری بیاره. مرغ چی؟ یا سواله یا خود خدا. خب بس آوردیش؟ آره انا می... صبر کن خودم میارم. آنچه در سریال پدر خواهید دید. کفری ها چالر ندیدن سر که کش لجن شده. بعد نده اتفاقی براتون افتاده؟ اصلا چطوره؟ نمیخواد بیاد ایران؟ لیلا الان من اینجام دیگه. اینجا چی کار میکنی؟ دلم میخواد واسه آیندهمون خوشحال باشه. اما فعلا تو این سوالا امتحانی رو برسون. سوالا؟ گوشیم یه زحمت بکشید ببینید تو کلاس نیست. گوشیش بشه دردمون کنه بعدش تو بردی. چرا خودتو خسته میکنی؟ شوخی میکنی؟ هم روسه؟ ولی من فکر کنم میدونم از کجا اومده.